خب سلام، جلسه شماره 7 بلک نات هست، پروژه بلک نات. امروز هم وبکم اوورلی نداریم. نمیدونم چقدر تصویر من مهمه، فکر نمی کنم اصلا اهمیتی داشته باشه، هرچی کمتر بهتر. امروز میخوام همون کاری که برای استرینگ کردیم جلسه قبل، امروز چهارشنبه ساعت 1 صبح چهارشنبه 22 آوریل، فکر کنم مثلا دوم اردیبهشت یا همچین چیزی باشه، یا شاید سوم اردیبهشت باشه، نمیدونم. همون کاری که برای استرینگ کردیم و برای وکتور، برای آرایه هم میخوام انجام بدم. یک کپت ارای میخوام بنویسم مثل همین کپت استرینگ. هم کپت ارای یه ذره احتمالا سخت تر خواهد بود. اول من اینجا یه متد به درد بخور برای استرینگم، دلیل نداره اینو ننویسم، بالاخره که لازم خواهم داشت. clear این طرف string inline، آخرین متدش کجاست؟ void clear. clear طبیعتاً خالی میکنه string رو، طولش رو صفر میکنه. کانستنت نیست. یه سری خوبه، بزن کلیر رو بنویسم. فور سایز تایپ، بزن جوری نیستم، فور اوتو رف سی این ام کارز. این فرمت لوپ جدید سی پلاس پلاس 11. سی مساوی است با صفر. استریکتلی همش رو لازم ندارم این کارو بکنم، پس همش رو نکنم. خب ام سایز مساوی است با صفر، ام کرز صفر مساوی است با صفر. از این یه سری فانکشن لازم دارم برای اینکه خوب شد اون لوپ رو نوشتم. تو این فانکشن استفاده نمیخوام بکنم، ولی برای اینکه لوپ های جدید سی پلاس پلاس رو ساپورت کنیم، برای اینکه بتونیم یه همچین کدی بنویسیم، فرض کنید که یه همچین کدی من میخوام بنویسم. بنویسم فور اوتو سی روی اس فور حرکت کن و بی کی ان تی ریپورت کن درصد سی بک اسلش ان سی. برای اینکه بتونم این کارو بکنم، یعنی الان این کارو نمیشه کرد، برای اینکه بتونم این کارو بکنم، راه ساده ترین راهش اینه که وقتی یک کلاس دارم باید فانکشن های بگین و اند، متد های بگین و اندش رو براش بنویسم. برای اینکه متد های بگین و اند رو بنویسم، ببینید این لانج فکر کنم 6 تا متد لازم دارم، بگین و اند و سی بگین و سی اند. آره این لاین، این چی برمیگردونه؟ این ایتریتور برمیگردونه. ایتریتور از اونجایی که همه رو غیر کامپتیبل نوشتم، این ایتریتور رو همینجوری نیستم. تایپش رو میرم تعریف میکنم. بگین دارم، ورژن کانستش رو اول نیستم، پس کانست ایتریتور برمیگردونه. بگین کانست این همین ورژن برای اند می نویسم، اند و اند اند 8 تا می خوام دیگه، پس سی بگین و سی اند رو هم می نویسم. سی بگین و سی اند فکر کنم همیشه کانست ایتریتور برمیگردونه. نه، سی بگین و سی اند دو تا می خوام، یعنی یه سی بگین می خوام، یه سی اند، چون همیشه کانست ایتریتور برمیگردونه اینا و همیشه کانست هم هستند. بذار این رو اینجا بنویسم، سی بگین رو با بگین ها مینویسم، سی اند رو هم با این. بذار اول تایپ رو تعریف کنم. کانست ایتریتور و ایتریتور. کانست ایتریتور من using ایتریتور من چیه؟ ایتریتور من هست کر پوینتر.
و const iterator من هست char const pointer. iterator اگه ریورس iterator هم میخواستم باید یه تایپ iterator مینوشتم، ولی خب ریورس iterator فعلا نمیخوام. اگه موقع خواستم میام تایپش رو تعریف میکنم برای فانکشن های rbegin و rend و crbegin و crend، برای اینکه بتونم برعکس هم برگردم، ولی خب من مساوی نداشتم اینجا. خب حالا که این رو نوشتم، ببینید الان توی مینم این فوره غلط نیست، ولی خب لینک ارور خواهد داد به من، میگه که فانکشن بگین و اندت بدنه نداره. آره بگین و اندم بدنه نداره، لینک ارور. این فیچر، این حلقه جدید، اینجور حلقه جدید روی آرایه ها، نه پوینتر، روی آرایه های بیلتین سی میتونه ایتریت کنه و روی هر آبجکتی که متد بگین و اند داشته باشه میتونه ایتریت کنه. در واقع البته فکر کنم توصیف درستش اینه که یه فانکشن آزاد، دو تا فانکشن آزاد داریم به اسم بگین و اند توی نیم اسپیس استود که اون فانکشن ها رو میتونیم اورلود کنیم برای هر کلاسی که خواستیم. یعنی میتونیم یه تایپی که حتی کلاس هم نیست و متد نداره یا متدش ما نمیتونیم تغییر بدیم رو هم با اورلود کردن استود بگین و استود اند، استود بگین و استود اند، داکیومنتیشنش رو برید بخونید، با اورلود کردن اینا میتونیم براش این فور ساپورت براش بذاریم. نکته اینه که بگین و اند ایمپلمنتیشن دیفالتشون، یعنی یه فالبکی دارن، ایمپلمنتیشن فالبک دارن که از متدای بگین و اند خود کلاس، خود تایپ استفاده میکنه. برای همین وقتی من تایپو دارم مینویسم، خب ساده ترین راهش اینه که براش متدای بگین و اند رو بنویسم و زندگی خودم و دیگران رو شیرین کنم. طبیعتا اینا هم چون تایپاشو باید ببرم اون طرف، از اون مدل جدید تایپ ها بنویسم، بگین معمولی کانستش، کانست ایتریتور برمیگردون. فعلا این کانست ایتریتور رو من برای همه مینویسم، بعد اونایی که ایتریتور رو میکنم ایتریتور، این اند ایتریتور به جای کانست ایتریتور، دیگه اینجوریه. و این بگین هم ایتریتور معمولی برمیگردونه. توی هدرم هم اینا رو جابجا کنم، اونایی که کانست ایتریتور برمیگردونن رو بذارم کنار هم. دقت کنید که سی اند و سی بگین وقتی که من واقعا کانسنتریتور میخوام، بگین و اند بسته به اینکه آبجکت هم، رفرنسی که با آبجکت هم دارم یا پوینتری که دارم کانست یا نیست، ممکنه ایتریتور یا کانسنتریتور برگردونه، ولی سی بگین و سی اند همیشه کانسنتریتور برمیگردن. این کانونشن های تو این قسمت به کانونشن های STL من وفادار بودم، بهتر که این کارو بکنیم برای اینکه اون فور رو بتونیم ساپورت کنیم. خب این کپتا سترینگ کپاسیتی رو من اینجا باید بنویسم، زبانم این وسط فارسی کردم. خب و این خط تمپلت کنم اینجوری بنویسم سر بهتر باشه، اولیشو برمیگردم و بنویسم. پوینتر میخوایم برگردونیم دیگه، پوینتر به کجا برمیگردونیم؟ پوینتر به توی بگین ریترن میکنیم ام کرش، درسته؟ همه بگین همون دقیقا همین کار رو میکنن. توی اندمون هم دقیقا یک کار مشخص میکنیم، ام کرش به اضافه ام سایز.
الان اگر من همه چی رو درست انجام داده باشم، این چی داره میگه؟ چرا میگه هنوز ایمپلیمنتیشن نداری؟ نمیفهمه. اگر من همه کارم درست انجام داده باشم باید کار کنه و اون بر S4مون رو یه حرف یه کارکتر یه کارکتر بنویسه، که همین اتفاق افتاد. همه کارکترش رو نوشته، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هفت و هشت نه ده یازده دوازده تا طولشه. خیلی خوب، اینم از این. من ایندکسینگ هم چک نکردم. هفت مساوی است با هات. درست. خیلی خوب. امیدواریم درست باشه. اگه بجای هفت بنویسم هفتاد، بذار یه بار assertion fire شدنش رو هم ببینیم. assertion fire میشه، خوبه. abort کن. چی شد؟ اینکه assertion دیفالت هستن، رفتی من نشد. خب اوکی، پس این از استرینگمون. 4 5 تا فانکشن باید بخوره دیگه براش نوشتیم، کلیر هم براش نوشتیم. بد نیست اگر که توی دیباگ مود بذار فیچرهای دیباگ بهش اضافه میکنم. بد نیست که توی دیباگ مود من استرینگامو اولش که کانستراکتشون میکنم همشو صفر کنم، همشو نال کنم، وقتی هم کلیر میکنم همشو نال کنم. یه همچین کاری بد نیست بکنم. حالا هر وقت لازم شد. خب میخوام وکتورم رو هم بنویسم. اولا که وکتور بهتره ننویسم، چون توی انجینی که توی کدی که گرافیک هم داریم وکتور، وکتور 2، وکتور 3 برای بردار ریاضی استفاده نمیشه. بهتر از اری استفاده کنم. و از اری هم که میخوام استفاده کنم معنیش اینه که اون فایل آها اینجا فایل وکتورم رو باید اسمش عوض کنم و بذارم array. ضمن این که اینم یه چیزی الان من یادم افتاد که همینجوری الان دیدم، این بد نیست. سیمیک ورژن 3 لازم ندارم واقعا، سیمیک 2.8 استفاده کنم. خب وکتورم رو، وکتور اسمش رو نمیذارم، اسمش میذارم array. جاش اینجاست. array و توی پروژم هم اسمش رو عوض میکنم. این اسم و اسستم هم میتونم اسم همین اسم فایل رو میخوام عوض کنم. از توی ویژوال استودیو میتونم عوض کنم. اسم فایل واقعا عوض میکنم. چی شد؟ چرا ارور داد؟ STL tool lib رو پیدا نمیکنه؟ کی فیل شد؟ تست SDL بلیت فعلا. حالا بذارید اینو بهش توجه نداریم، کاری باش ندارم فعلا، آخر سشن اگر بود میرم حلش میکنم. SDL تو لیب رو پیدا نمیکنه فعلا. مشکلم آرای است. میخوام آرای رو بنویسم. array رو هم یه فایل اینلاین براش میخوام مثل همین استرینگم هم. پس اونم کاش اضافه کنم. array دارم، استرینگم string اینلاین، میدونم array dot اینلاین لازم دارم که از روی همین string اینلاین کپیش میکنم. array.inline طبیعتا توش به درد نخور زیاده. array.inline اونور شما فرمایید اینور و اینجا هم array رو باز کن که ببینم چی میشه.
این array فعلا خالیه. array به جای string سیمبل array استفاده میکنم. array do the implementation config assert type اینا رو لازم دارم. این هم یکی فعلا همه اینا رو پاک کنم. این طرف مزار تنبلم به خاطر همین از اینم استفاده میکنم. bkent array undefeshan bakon و فایل array رو اینکلود کن. خب اسم تمپلیت هم هست capped array طبیعتا. دقت کنید که من یه مشکلی توی نوشتن آرایه دارم که یه فرقی با استرینگ داره، حالا در موردش توضیح میدم. بذار یه فرق مهم داره. type name t و اینم فرض میکنیم که این آرایه ها کوچیکن. فعلا یو 16 باشه. یو 16 capacity. خب class capped array دیتا استراکچرمون یکم پیچیده تر از اون خواهد بود. میخوام اینو توضیح بدم که توی استرینگ چون من کاراکترام میدونم که دیتا استراکچر ساده هست. کاراکتر مشخصه، کانستراکتور نداره، معلومه چیه، یه پلین اولد دیتا تایپ دیگه، پی او دی بهش میگن. اگه خواستید در مورد پی او دی پلین اولد دیتا تایپ توی سی پلاس پلاس خواستید برید مطالعه کنید. در مورد POD من کاراکتر میدونم که PODه، ولی این تایپی که میاد توی آرایم نمیدونم چیه و برای همین باید مواظب کانستراکشنش باشم، دستراکتش کنم به موقع، که میتونه هزینه داشته باشه. میتونه هزینه داشته باشه که نه، واقعا هزینه داره این کارو کردن. اگر دیتاهای من نمی این لاینینگ البته بعضی از مشکلات رو حل میکنه. من به هر حال بذارید فرض کنم که این تایپ من، بذارید اینجوری فرض کنم که تایپ من پی او دی ممکنه نباشه، یعنی کانستراکتور ممکنه داشته باشه، کانستراکتور نان تریویال، نشه همینجوری کپیش کرد، یعنی بایتاشو کپی کنیم کپی نمیشه، باید درست کپیش کنیم. با این فرض میریم جلو ببینیم که چی میشه. اگر بخوام هر دوتا رو ساپورت کنم و افیشنت ترین حالت ممکن باشم، که خب ایده بدی نیست، باید یا دو ورژن از این آرایه بنویسم، یا همین که یه جوری با تمپلت با تایپ تریت، این تایپ تریت هم بد نیستش که یه جستجوی در موردش بکنید. تایپ تریتس یه هدری داریم به اسم تریتس، در واقع تایپ تریتس اسم هدرمون، هدر استاندارد هست به اسم تایپ تریتس. آره این تو کلی میتونید در مورد تایپ ها اطلاعات رو دست بیارید، اطلاعات کامپایل تایم که به توی تمپلیت نوشتن بهتون کمک میکنه. استفاده ازش لزوما آسون نیست، مخصوصا اگه من میخوام تو کدم ریدندنسی نداشته باشم. فعلا من اون ایده میگیرم، فعلا فرض میکنم که تایپ های من احتیاج به مراقبت دارن، احتیاج دارن که درست کپی بشن، درست موو بشن، درست باید درست باشون برخورد کنیم با تایپ ها. خب using using my type مساوی است با capped array type و capacity
using value type یا element value type مساوی است با element type. convention STL فکر کنم value type element type آره value type value type مساوی است با type using capacity مساوی است با capacity using size type مساوی است با U16 و static نه using این چیه من نوشتم static size type capacity size type cost capacity مساوی است با capacity. خب درسته توی string هم چی نوشته بودم؟ ایتریتور هم خب اینجا هم ایتریتور میخواییم دیگه پس گریزی از این نیست. اونجا char type داشتیم اوکی. ایتریتورمون رو میخواییم بدون ایتریتور نمیشه بتنی کرد بدون ایتریتور هرگز. خب ایتریتور من اینجا تایپش میشه چی؟ تایپش میشه value type pointer و constructor میشه value type const pointer. این از این. یه کمی در مورد layout هم باید دقت کنم. بعد در مورد layout میرسیم توضیح میدم. بذارید من یه سری فانکشنه بیسیکش رو بنویسم. این لاین ها رو بذار آخرش میذارم اول همشون. این لاین capped array default constructor این لاین capped array size type size value type const reference fill. اینجا کارمون ساده بود. inline capped array رو دیگه از رو چی میتونم بسازم؟ از روی دوتا ایتریتور مثلا بسازم. template type name iter type iter فرق نمی کنه واقعا این اسم فقط ولی خب const iter type iter type که کپی کنه از روی رنجی. iterator رو با value بگیرم یا با reference بگیرم؟ iterator رو بذار reference بگیرم. begin begin و const iter type const reference. دقت کن که این iterator تایپ هایی که اینجا نوشتم iterator تایپ های خودم نیستن. هر چی بود بود، هر چی قیافه شبیه iterator باشه من خوشحال خواهم بود. خب یه دونه copy constructor که دقیقا نه ولی چیزی شبیه یکی generic تر از copy constructor هم باید بنویسم. type name میتونم حتی خیلی جنریک تر باشه و type name u other type. یعنی فرض کنید که من از یه وکتور از یه capped array با type دیگه هم میتونم کپی کنم، کافیه فقط assignable باشه. آره دقیقاً کافی assignable فقط باشه. آره سر ماجرا سخت میشه نوشتن یه وکتور خوب، یه کپتر یه اره خوبه اینجوری اصلا کار ساده نیست. احتمالا من دارم کلی مشکل ایجاد میکنم برای خودم و کلی چیزها رو دارم اشتباه میسم ولی به هر حال فعلا اینو میتونم اینجوری بنویسم و یو بذار سایز تایپ میتونم اینجا استفاده نه
بهتر سایز تایپ استفاده نکنم. خودم یو 16 یو 16 دارم زیاد استفاده میکنم اینجا. مهم نیست. other size other capacity other cap capacity city اونقدر مهم نیست. other capacity inline capped array capped array other type other capacity capacity constref that. این از این میتونم موو هم بکنم. من تو وقتی میخوام موو کنم یعنی یه دونه موو کانستراکتور از روی کپت اری دیگه بنویسم. دقت کنید که المانامو من موو میکنم چون کپت اری من دیتاش داخل خودشه، یعنی موو من باید بالاخره پر المان یه موو انجام بدم. چون میخوام موو کنم پس تایپ هام نمیتونه فرق کنه. نباید فرق کنه. حالا یه محدودیتی دیگه. کپاسیتیش میتونه فرق کنه فکر کنم. در تئوری کپاسیتی اون میتونه فرق کنه، ولی وقتی المانشو موو میکنیم بعضی المانشو ممکنه من موو نشده به جا بذارم که اتفاق خوبی نیست. دقت کنید که این موو رو این موو رو من دارم یه جوری می‌نویسم که خیلی کار جالبی نیست. ولی بدم نیست. شاید لازم بشه. من وکت من اون آرایه دیگه‌مو آرایه سمت راست مووامو خالی نمی‌کنم آرایه ها رو. چرا خالی میکنم؟ چرا دقیقا خالیش میکنم؟ کپاسیتیش پس باید با کپاسیتی من یکی باشه. کمی زندگی مساعدتر میکنه. بذار پس اینجوری بنویسم. آره. میشه جنریک تر از اینم نوشت ولی اینه من باید باشه بتونم ازش موف کنم. خب این کانسترکتور ها مطمئن نیستم کانسترکتور دیگه نمیخوام. دستراکتور باید واسه این بنویسم چون ممکنه المانام احتیاج به دستراکشن داشته باشن. این از همون جاهایی که مثلا اگر من بدونم المانام پیودیان یا احتیاج به دستراکتور ندارن این میتونه کمک کنه به من. حالا برای این دستراکتورش کپی کانستراکتور باید اساینمنت اپراتور باید بنویسم چند تایی اساینمنت اپراتورام و اساینمنت اپراتورام این دو تاست دیگه. عین این دو تا نظیر این دو تا در واقع اساینمنت اپراتورام می‌نویسم. چی برمیگردونه؟ مای تایپ برمیگردونن. مای تایپ رفرنس اپراتور مساوی از این جنس. این کپی اساینمنت اپراتوره و این یکی مای تایپ رفرنس اپراتور مساوی این موو اساینمنت اپراتور. احتمالاً اپراتورهای ایکوال و لس دن کوچکتر این چیزا رو میخوام. فعلا نمینویسمشون. فعلا ایندکسینگ رو بذار پیاده کنم حالا که اونم اپراتور دیگه. این لاین ولیو تایپ کانست رفرنس اپراتور پارامترش از نوع سایز تایپ رفرنس نه سایز تایپ آی دی اکس و کانست این. این نسخه غیر کانست هم داره که رفرنس مستقیم برمیگردونه.
یه عالمه فانکشن هایی مثل پوش بک و امپلیس بک و پاپ بک و پوش فرانت، حتی اینسرت، ایریس، این چیزا میخوام. فعلا چند تا فانکشن اطلاع رسانیم رو مینویسم. این لاین سایز تایپ کپاسیتی کاست، این لاین سایز تایپ سایز کاست، این لاین اون که چی داشت؟ استرینگم پیر شده. آه این که هیچی، اینو لازم ندارم. امتی و فول خوبه چون پرم میشن دیگه. این لاین بول امتی کاست بول بول فول کاست. احتمالا اونجا فانکشن کلیر هم میخواییم. کلیر رو بذار بنویسم. این لاین وید کلیر هیچی. و خب بگین و اند و اینا هم میخوام دیگه. بگین و اند و اینا رو میتونم صاف از روی این کپی کنم. دقیقاً ساختارش همین. ولی هنوز دیتا استراکچرمون مشخص نیست. من این لحظه کاری دارم، الان برمیگردم، یه پاز میکنم ویدیو رو. خب دیتایی که من توی آرای هم باید بذارم شبیه همون استرینگ هم خواهد بود. من قاعدتاً یه دونه سایز تایپ میخوام، ام سایز، و یه آرایی هم از اون تایپ تیم میخوام دیگه، ولیو تایپ ام دیتا به تعداد کپاسیتی. کپاسیتی مشتبه نیست، کپاسیتی. یه مشکلی که اینجوری نوشتن داره، اینجوری نوشتن یه مشکل بزرگ داره و اونم اینه که فرض کنید من این تایپی که این ولیو تایپ هم یه چیزی مثل استرینگه، یا مثل یه تایپ عظیمیه، یه تایپی که خودش کانستراکتور داره و کانستراکتورش هم تریویال نیست، یا به هر حال کانستراکتور داره، تایپ های بیسیک این تو کرکتر رو اینا نیست. اگر من همینجوری یه آرایه تعریف کنم، وقتی که کپت ارایم رو میسازم، حتی اگه کپت ارایم رو با دیفالت کانستراکتورش بسازم که هیچ عنصری توش نباشه، بازم به تعداد کپاسیتی این ام دیتا ها رو کانستراکت میکنه یکی یکی، با دیفالت کانستراکتورشون کانستراکت میکنه، که من اینو نمیخوام. من نمیخوام با دیفالت کانستراکتورشون اینا رو کانستراکت کنه، که طبیعی هم هست دیگه، من هیچی نمیخوام تو آرایم باشه. پس نباید بذارم اون عناصری که جلوترن تو آرایه و هنوز جزء آرایه من نیستن، جزء کپاسیتیم هستن ولی جزء سایز من نیستن، نباید بذارم اونا کانستراکت بشن به هیچ وجه. بعد وقتی که یکی یکی پوش بک کردم یا هرچی امپلیس کردم کانستراکت بشن. پس کاری که من میکنم اینه که یه آرایه معمولی اینجوری تعریف نمیکنم. از یکی از فیچرهای C++ 11 استفاده میکنم به اسم unrestricted unions. یه یونیون تعریف میکنم از unnamed union. همینجوری میتونم تعریف کنم، بذار ببینم اگه بهم وارنینگ نداد، یعنی میتونم تعریف کنم. از این ام دیتا به اضافه یه دونه کاراکتر هم اینجا تعریف میکنم، یه دونه بایت تعریف میکنم، کاراکتر اسمش هم هرچی، اسمش هم میذارم ام دوتا اندرلاین ریزرفت. یه دونه کاراکتر هم باش تعریف میکنم. این باعث میشه که یونیون من دیتا هاشو کانستراکت نکنه، باعث میشه که اون ام دیتا های من کانستراکت نشن. حالا اینو تست میکنیم، تستشو بهتون میگم چجوری انجام میدیم. خب پس من نیاز دارم یه کاری کنم که این دیتا های من، المان هایی که جزء آرای من هنوز نیستن، کانستراکت نشن به هیچ وجه. وقتی که تک تک اضافهشون کردم یا چند تا چند تا اضافه کردم، بعد کانستراکت بشن. اینو اینجوری من پیاده کردم با استفاده از یه یونین.
دقت کنید که قبل از C++ 11 یونیون های من توشون نمیتونست یه تایپی باشه که خودش کانستراکتور داره، تایپ هایی فقط میتونست باشه که کانستراکتور ندارن، ولی یونیون های C++ 11 حالا توشون کانستراکتور میتونه باشه، منتها کانستراکتورشون فراخوانی نمیشه تا اونجا که من میدونم، غالبا نباید فراخوانی بشه، که خب اینو تست میکنید. خب این متدا رو اون طرف پیاده سازیشون رو اضافه کنم. برای اون تایپ هایی که حالا اینا مثلا اینا رو اتو کانست ایتریتور که اونایی که کانستریکتور نیستن کانستش رو برمیداریم، مثل این دوتا اینا اوکی هن. سایز تایپ هم نمیدونیم چیه، برای همین سایز تایپ هم میبریم اون طرف. سایز تایپ value type هم نمیدونیم چیه، بس یکی که این کار انجام بده. value type برمیگردونه، value type reference برمیگردونه، این هم value type const reference میخواد برگردونه. my type reference یه اوکی، اینا که ریترن تایپ ندارن چون کانستراکتورن. بسیار خوب، این طرف من تمپلت بذار تمپلت لاینم از اینجا بیارم، تمپلت تایپ و کپاسیتی type capacity template line هم باید کپی کنم هنوز. اینا همه شون واقعا چهار حرفیه. خب راضی کننده بود این تمپلت لاین هم بعد از خطایی که نوشته این لاین بعد از خطایی که نوشته این لاین اوکی دارم جای از قلم ننداخته باشمش. بیشتر عمر برنامه نویس های C++ به این کار میگذره، کاری که من دارم میکنم.
میخوام. سینتکتیکالی so it's not for direct inclusion. منظورش چیه که من اینو do the implementation. آها تو این فایل وقتی استندالون باشه خب اون ارور برای خالی میشه. اوکی. یه کاری من اینجا باید بکنم برای اون یکی بعد نبود برای اون که من انجام میدم. یه چیزی من اینجا types رو include نکردم. include black not types.hpp برای U16 U16 میخوامش و یه static assert هم باید توش انجام بدم. برای همین assert رو هم include میکنم. static assert که میخوام انجام بدم اینه bknt static assert capacity بزرگتر است از صفر capacity cannot be zero. این کار رو دقیقا برای string هم باید انجام بدم. حتی خودش کامپایلر رو میده ها وقتی که capacity رو صفر بدم یا ممکنه یه warn capacity به اضافه یک. این capacity صفر معنی نداره دیگه. حالا اگر لازم داشتیم میام اینجا برمیدیم. config hpp همون برمیخوام. این ور assert رو هم لازم دارم به خاطر اینکه دارم static assert انجام میدم. config رو هم اون برمیخوام تو array. اول از همه البته خود اینا config رو include میکنن. خب وقتی من کانفیگ لازم ندارم دلیل نداره این کلش کنم. مستقیم استفاده نمی کنم ازش دیگه. برای همین کلش هم نمی کنم. بسیار خوب. این استرینگ همه. این اری همه. اری هم سیمبولش درسته. اری دو ایمپلیمنتیشن. اوکی. کپاسیتی رو هم اسرت کن. این برم نوشتم. بذار تو مینم فقط یه دونه اری تعریف کنم. بذار به هم ارور بده. که هیچ اشکالی نداره. من یه دونه black not capped array تعریف میکنم از تایپ int به طول 16 تا به طول 42 تا بذارم a. این الان به هم باید ارور نباید بده دارم دیگه. صفر کنم خیلی خوب میشه. استیل تولی رو چرا پیدا نمی کنم؟ دب لیب وین اسم دیباگ استیل تولی دیگه دردت چیه؟ ممکنه این واقعا رفتار بین stl 2 8 و 3 فرق کرده باشه واقعا. یعنی من واقعا 3 رو لازم دارم. اینجوری باشه خیلی جالب میشه. واو. خب من نمیدونستم یه همچین اتفاقی افتاده. ظاهرا رفتار بین سیمیک 3 و سیمیک 2 یه تفاوتی کرده توی جستجو برای لایبرریاش. فکر میکنم این موضوع باشه که شاخه دیباگ و ریلیز شاخه به اسم کانفیگوریشن هم رو خودش اینجا زیر دایرکتوری که من اینجا بهش میدم اضافه میکنه. این مال سه شاید باشه. عجیبه کمی. نمیتونم بگم که قبلا من اینو دیده بودم توی سیمیک. بس این مال سه. خیلی خوب. سه رو بس من لازم دارم. اوکی. الان از این کانستراکتور استفاده میکنه و میاد کانستراکت میشه با کپاسیتی و سایز صفر. من برای اینکه مطمئن بشم که دیتام الان اضافی کانستراکت نمیشه یه کار
مسخره میکنم. تست کلاس، توی تست کلاس هم بذار استراکتش کنم که کلمه پابلیک نخواد، حاصل ندارم بنویسم. تست کلاس کانستراکتور دیفالتش من براش بنویسم bknt-report test class default sitar. حالا که اینو نوشتم یه دستراکتور هم براش می‌نویسم، تست کلاس، تست کلاس دیتور دستراکتور. خب دستراکتور هم فاینال بره فاینالیتی تو خودش داره که سه نقطه دیگه نداریم بعدش خبری نیست. الان من وقتی اینو کانستراکت میکنم از نوع تست کلاس هیچ کانستراکتوری نباید فراخوانی میشه، بزنیم بجا 42 تا فعلا بذاریم 5 تا. به هر حال کانستراکتوری نباید فراخوانی بشه برای تست کلاس، که فراخوانی نشد اگر دقت کنید. ببینید تو خروجی من اثری از کانستراکتور تست کلاس نمیبینم، تست کلاسی کانستراکت نشده. اگر فرض من درست باشه، من اگه اینجا این یونیون رو از اینجا اینو بردارم، یونیون رو یا یه آرای معمولی بذارم، باید 5 تا ازش کانستراکت بشه. همونطور که میبینید 5 تا ازش کانستراکت شد. من نمیخوام این کانستراکتور رو فراخوانی بشه وقتی یه آرای خالی دارم میسازم. نباید 5 تا از این آبجکت بسازم دیگه. این آبجکت ممکنه وقتی کانستراکت میشه بره مثلا یه ویندو رو صفحه باز کنه، یا بره یه پورت اینترنت باز کنه، یا چه میدونم یه فایل رو بخونه، یا مموری الوکیت کنه حتی، که خب خیلی بده. پس من همون رفتار قبلیمو میخوام که رفتار خوبیه. خب برگردیم به کدمون، پیاده سازی وکتور. دقت کنید که کانتینر نوشتن مثل این ارایی که من دارم مینویسم، حالا گاهی وقتا میگم وکتور ولی منظورم ارایه، به خاطر استود وکتور میگم. این ارایی که من دارم مینویسم کانتینر نوشتن کار سختیه، یکی از سختترین کارهای برنامه نویسی C++ کانتینر درست و خوب نوشتن. اینو لازم نداریم استریکتلی، ولی خب می‌نویسیمش. کپتر سایز فیل، با این فیل می‌خوایم پرش کنیم. اینجا من تایپس رو لازم دارم به خاطر اینجا هم بس کانفیگ رو بزن اینکلود نکن، حالا که مستقیم از استفاده نمی‌کنم. استرینگ این لاین شات کانفیگ رو مستقیم استفاده بکنم، فعلا که استفاده نمی‌کنم. array inline m size من هست مینیمم چی و چی، مینیمم capacity و size. این m size منه. حالا آرایمو باید کانستراکت کنم به تعداد size تا با value fill، یعنی در واقع copy construct باید بکنم. fill رو copy میکنم تو یکی یکی اعضای آرایم. برای اینکه این کار رو بکنم از new استفاده میکنم. دقت کنید که من میخوام constructor type رو فراخوانی کنم، درسته؟ من فرض کنید که سایزم هست 5، سایزم هست 2، capacityم 5 مثلا، سایزم هست 2 و یه ولیوی میخوام بذارم تو این دوتا عنصری که میخوام کانستراکت کنم. باید کانستراکتور اون دو عنصر اول از آرایم رو، دو عنصر اول از ام دیتا رو فراخوانی کنم و برای ستای دیگه نباید کانستراکتور فراخوانی کنم. فقط مسئله اینه که من دارم ران تایم تصمیم میگیرم که چند تا رو کانستراکتورشون رو فراخوانی کنم، چند تا رو نکنم. اینجوری فراخوانی کانستراکتور براش در حالت عادی یه راه بلدیم دیگه، اون اصلا از نیو، یعنی مموری داینامیک الوکیت کنیم و کانستراکتور فراخوانی کنیم. همونجور که میدونید نیو دوتا کار میکنه، اپراتور نیو معمولی، یکی این که حافظه الوکیت میکنه و دومی که کانستراکتور فراخوانی میکنه. حالا من قسمت اولش رو نمیخوام، من نمیخوام حافظه الوکیت کنم چون که دیتا های من آلردی حافظه دارن، پس من نمیخوام براشون حافظه الوکیت کنم، فقط میخوام کانستراکتورشون رو فراخوانی کنم.
این فراخوانی مستقیم کانستراکتور هم با اپراتور نیو انجام میشه، منتها یه سینتکس خاصی از اپراتور نیو که بهش میگن پلیسمنت نیو. پلیسمنت نیو، پلیسمنت نیو، اگه خواستید میتونید برید دنبالش اینم ببینید چیه. پلیسمنت نیو سینتکسش با نیو آدی فرقش اینه که تو نیو آدی من میگم نیو کن از تایپ اینت ولیوش هم بذار 42. خب این مثلا اینت استار ای مساوی است با این. این سینتکس عادی نیو، درسته؟ پلیسمنت نیو سینتکسش اینجا که نیو کن توی آدرسی از تایپ اینت ولیوش هم مثلا بذار 42. یه آدرس اکسپلیسیت بهش میدم اینجا، آدرس رو بهش میدم، میگم اینجای حافظه، تو نمیخواد حافظه الوکیت کنی، برو اینجای حافظه اونجا کانستراکت کن، فقط کانستراکتور رو فراخوانی کن. پس فراخوانی کانستراکتور روی حافظه‌ای که از قبل وجود داره این شکلی سینتکس استفاده از پلیسمنت نیو. پس من نیوی که یه پارامتر آدرس اینجا اضافه داره رو بهش میگم پلیسمنت نیو. و استفادهش هم مثلا برای اینتجر میتونه اینجوری باشه، میگم اینت پی، اینت حالا آره پی و اینت پوینتر ای مساوی است با نیو آدرس پی، تو همون آدرسی که پی داره، پی اینتجر معمولیه دیگه، بزنم بذارم بی بی آدرس پی اینت رو کانستراکت کن. حالا کانستراکتور اینت خیلی کار شاخصی خیلی انجام نمیده، ولی اینجا من اگر اسرت کنم اسرت آدرس ای مساوی است اسرت ای مساوی است با آدرس بی، ای پوینتر دیگه، اگر این اسرت رو انجام بدم اسرت من درست خواهد بود، یعنی فایر نمیشه، خطا نیست، این اسرشن از روش رد میشه، ای آدرس بی با آدرس بی یکی خواهد بود، ای همون جایی داره اشاره میکنه که بی هست چون تو همون آدرس کانستراکت شد. من میتونم حتی این مقدار برگشتشم بی خیال شم چون آدرس رو دارم دیگه، فقط اونجا کانستراکت کنم. اینجوری من حافظه گرفتن رو میتونم رو استک انجام بدم یا هر پالیسی که برای حافظه گرفتن دارم انجام بدم، جدا کردم دیگه، و بعد کانستراکت کنم، یعنی در زمانی هم دو تا رو از هم جدا کنم. حالا منم دقیقاً این سینتکس رو برای این ام دیتا استفاده خواهم کرد. پس من فور سایز تایپ آی مساوی است با صفر، آی کوچکتر است از ام سایز پلاس پلاس آی، نیو کن کجا؟ آدرس ام دیتا آیوم، یا میتونم بنویسم ام دیتا به اضافه آی، این کارم میتونم بکنم، آدرس از ام دیتا به اضافه آی، چه تایپی؟ تایپ چجوری کنم؟ با چه پارامتری کانستراکت کن؟ با پارامتر فیل، کپی کانستراکتورش در واقع فراخوانی کن، بذار اسمشو به جای تایپ بذارم ولیو تایپ، ولیو تایپ و تایپ یکی هن دیگه، ولی خب پس من دارم از نوع همون ولیو تایپ یه دونه میسازم، فقط کپی کانستراکت میکنم توش، این از روی فیل یه کپی میگیرم توی اون دیتای جدیدی که داره ساخته میشه. دقت کنید که حافظه جدید الوکیت نمی کنم، توی خونه آیوم ام دیتا دارم این کار انجام میدم. ام سایز هم که ست شده و این هم درسته. حالا من برای اینکه نیو رو، کیورد نیو رو من دوست ندارم تو پروژه استفاده کنم، برای اینکه کیورد نیو رو استفاده نکنم، من تو هدر ماکروز که اینجا باید اضافهش بکنم به این لیست، تو هدر ماکروز یه ماکرو اضافه میکنم، ماکرو اضافه میکنم اسمشو دیفاین میکنم، کار خاصی نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم bknt placement new، برای اینکه از کیورد نیو استفاده نکنم. placement new ptr به چی تبدیل میشه؟ تبدیل میشه به نیو کن در آدرس ptr، تایپ و غیرش هم که جداگانه بهم بده، خودش با همون سینتکس قبلیش بنویسه. پس من فقط از میتونستم ماکرو رو یه ذره الابوریت تر بنویسم، ولی خب این ماکرو قرار نیست حافظه الوکیت کنه. کیورد نیو رو من نمیخوام تو پروژه‌م هیچ جا داشته باشم، کیورد خوبی نیست. پلیسمنت نیو این
من میتونم یه ورژن دیگه ای از برای دیفالت کانستراکت کردنم یه ورژنی بنویسم، برای یه ورژن دیگه از همین کانستراکتور بنویسم. اکسپلیسیت فقط این اکسپلیسیت این لاین کپت اری سایز تایپ سایز، ولی تایپ رو نگیر، دیفالت کانستراکت کن. مثل همین کانستراکتور فقط یه پارامتر داره و اینجا به جای اینکه با فیل کانستراکتش کنم دیفالت کانستراکتش میکنم. شاید لازم بشه دیفالت کانستراکت کردن، اتفاق خوبیه. الان من اینکه اینو تست کنم الان میبینیم دیگه توی مینم اینجا 5 تا ای دو تاشو کانستراکت کنم صورت دیفالت. الان باید من چیزی که تو خروجی میبینم این باشه که دو بار بذار یه دونه چیزی که من تو خروجی باید ببینم اینه که دو بار این خط فراخوانی میشه، دیفالت سیتور تست کلاس دو تا کانستراکت میشه، بیشتر از اینم انجام نمیشه و دستراکتورش هم فراخوانی نمیشه. دقت کنید که توی دستراکتور مسئولیت کانستراکت کردن و دستراکت کردن عناصر با خود منه، المنت های این آرایه. پس من باید توی دستراکتورش که اینجا باشه اینا رو دستراکت کنم. حالا بذارید فعلا اجرا کنیم ببینیم که واقعا کانستراکتور فراخوانی میشه بدون دستراکتور. operator new function does not take two arguments. چه جونم میخواد؟ پرانتز باز بسته باید جلوی این بذارم. چه عجیب، شاید پلیسمنت نیو همیشه پرانتز باز بسته میخواد. نه چه ایراد عجیبی. این وارنینگ ها رو باید بعدن بررسیشون کنم، فکر کنم وارنینگ های مهمی باشن. بزنیم ایرور چیه. operator new does function does not take two arguments. این حالت خیلی جنریکه، احتمالاً به دردم نخواهد خورد. هر هلپی که این بخواد بیاره دقیقاً ببینم چی نوشته. بلک نات این که واز ایمپلیسیتلی دیفاینز. خب اینا رو گفتم بررسی میکنم این وارنینگ ها رو. وارنینگ ایرور operator new function does not take two arguments. چه اشتباهی دارم میکنم؟ خودم نمیبینم. ممکنه از function does not take الان نصف شب ساعت 2:07 بامداده، یکی مغز من از کار افتاده.
بذار اینجا بنویسم آدرس تأثیری هیچ تأثیری نداشته باشه ولی خب کمی اکسپلوریشن انجام بدیم. اگه من اینو بردارم داره میگه این یونیون ها این دیه رو باید یه جوری کانستراکت کنی. ها اصلا نمیفهم. خب این دلیته دیگه، چرا داری سعی میکنی کانستراکتش کنی؟ یونیون ها دیگه، یونیون ها که که حالا یه حالا وارنینگ داریم. constructor is not implicitly called. خب این خوبه، من نمیخوام constructor هم implicitly call بشه اینجا. نه نه این بود که destructor is not implicitly called. اوکی خب هنوز این مسئله رو که operator new function does not take two arguments. هیچ که من دوست ندارم. اگر من اینو اینجوری کنم چی میشه؟ این رو اون خط دیگه است. دو تا آرگومنت بهت پاس ندادم ها. چرا تو فکر میکنی من دوتا آرگومان رو پاس دادم؟ بذارید من تاوتو اینو در بیارم. خب مشکل اینه که الان من وقتی کدمو بیلد میکنم بهم میگه که operator new function does not take two arguments و به طرز مسخره ای مشکل من از اینه که من هدر new رو اینکلود نکردم و خب این حواسم نبود به این موضوع، یعنی یه ذره سر و کله زدم و به این نتیجه رسیدم که operator new رو اینکلود نکردم. برای اینکه placement new رو استفاده بکنیم باید هدر new رو اینکلود کنیم. این سینتکس نیو رو وقتی میخوایم استفاده کنیم placement نیو احتیاج به header نیو داریم. برای اینکه ثابت کنم درسته. خب یه سری وارنینگ داریم، هنوز این وارنینگ ها رو باید برطرف بکنیم. الان اجراش من بکنم انتظار دارم که دو بار بذار مینم رو نگاه کنم. تست کلاس دارم میسازم 5 تا 1 کپاسیتیم ولی دو تا بیشتر توش نیست. انتظار دارم که دو بار کانستراکتور تست کلاس فراخوانی بشه که این اتفاق میفته. تست کلاس دیفالت سیتور دوبار فراخوانی میشه که همون چیزیه که من میخوام. اینم بذار پس بکنم bknt placement new. خب این از این کانستراکتورم. اگر مشکلی که من دارم اینه که
به من داره میگه که این دیتایی که داخله، میگه این تایپ یونیونت، به من یه یونیون، ببینید یونیون unnamed تعریف کردم، یونیون من اسم نداره و چون عنصری هم از این نوع تعریف نکردم، یعنی ممبر اکسپلیسیت تعریف نکردم، عملا این دوتا ممبر ام دیتا و ام ریزرو ممبرای کلاس بیرونی هستن، ممبرای کپت اری من هستن، منتها چون یونیونن با هم حافظه شون رو همه، یعنی این یونیون من فقط این دوتا ممبر رو میندازه رو هم. فقط نکته اینه که طبق قوانین سی پلاس پلاس وقتی که یه تایپی من این تو استفاده میکنم که خودش کانستراکتور و این چیزا داره، کانستراکتور داره، کپی کانستراکتور داره، موف کانستراکتور داره، یا اساینمنت اپراتور کپی یا موف داره و دستراکتور داره، هر کدوم از اینا رو خودش دیفاین میکنه، من باید برای یونیونم اینا رو بنویسم یا اینکه اکسپلیسیتلی بنویسم که اینا دلیت شدن. الان دقت کنید، داره میگه که این implicitly defined as deleted. آره حالا این unnamed یه ذره سخته، بذارید من اینجوری بنویسم، دیتا و یه ممبرم به اسم دیتا از این تعریف کنم، این فعلا موقتیه، فقط برای اینکه الان باید من ارور بده بگه ام دیتا نمیدونم چیه دقیقا، اینجا باید به جای ام دیتا بنویسم دیتا دات ام دیتا. من دارم این یکی رو تغییر میدم، این اون کانستراکتور نیست که داره فراخوانی میشه، این داره فراخوانی میشه، یعنی باید کامپایل شه. attempting to reference deleted function، میگه داری فانکشن دلیت شده رو رفرنس بهش انجام میدی. این یونیونه یا باید اکسپلیسیت، بذارید من اکسپلیسیت اینا رو بنویسم، دیتا مساوی است با دلیت، البته این مشکلی از من حل نمیکنه، نه نمیکنه، اگه مساوی دیفالت بنویسم. ببینید من این راه حل یونیون رو نمیخوام واقعا استفاده کنم، ولی فکر میکردم بشه استفاده کرد، ولی خب به هر حال این یونیون unnamed و بدون ممبر تعریف کردن کار میکنه. این که حالا قاعدتا کار نخواهد کرد چون ام دیتای توش نیست، این کار میکنه به شرطی که وارنینگ ها رو بتونم تحمل کنم و این وارنینگ ها رو من میتونم گارانتی کنم که این وارنینگ ها وارنینگ های مهمی نیستن برای این مثال خاص ما، ولی به هر حال برای اینکه من اینو یه جور دیگه بنویسم، من میام به جای که یونیون تعریف کنم، ببینید هدف از این یونیون، این جانگولر بازی با یونیون اینه که من یه آرایه تعریف کنم ولی کانستراکت توش چیزی رو نکنم. من میتونم آرایم رو از نوع بایت تعریف کنم، حالا بذار فرقی نمیکنه، کرکتری تعریف کنم به اندازه اون طولی که میخوام، اسمشو میذارم ام دیتا، اندازش چقدر میشه، اندازش میشه کپاسیتی ضرب در سایز آف ولیو تایپ، درسته این همون اونقدر حافظه ای که من میخوام رو هم کامنت فعلا میکنم، فعلاً این اینقدر حافظه که من میخوام. مسئله الائنمنت داریم که اون الائنمنت هم حل میکنیم، حالا بهتون میگم الائنمنت رو چیکار میکنیم. بذار الائنمنت فقط ببینم ویژوال استودیو سپورتشو داره، نرم یه عالم کدام عوض کنم، الائن از الائن آف value type، ببینم من اینو میتونم، اینو سپورت میکنه، اگر اینو سپورت کنه خب الان کد من غلطه، فقط وارنینگام رفت. ببینید من یه آرایه گرفتم، این تیکش نگاه کنید، یه آرایه گرفتم از نوع کاراکتر، آرایه بایت گرفتم، آرایه پلین یا آرایه معمولی بایتی، طول این آرایه دقیقاً به اون اندازه که میخوام، کپاسیتی ضرب در سایز آف ولیو تایپ، اگه ولیو تایپ اینت باشه و اینت من 4 بایتی باشه، این میشه کپاسیتی که مثلا هست 400 ضرب داره 4 میشه 1600 بایت. اینم به خاطر این گذاشتم که دقت کنید که ولیو تایپ های من ممکنه اینت باشن، ممکنه یه تایپ دابل باشه، یه تایپ بزرگتر باشه، تایپی باشه که ریکوایرمنت الاین شدن داشته باشه، الاینمنتشو بخوام
یعنی value type من خودش کامپایلر اینو یه جاهای خاصی الائن کنه، مثلا رو مرز 8 بایت، مرز 4 بایت، مرز 16 بایت، هرچی یه جای خاصی الائن کنه. وقتی اینجوریه من میخوام این آرای کرکتریم، این ام دیتا منم همونجا الائن بشه، همونجوری الائن بشه. برای همین من میتونم از کیورد الائن از استفاده کنم، منتها الائن از یه عدد میگیره، مثلا الائن از 4، الائن از 8. برای این که الائنمنت اون ولیو تایپ رو در بیارم که الائنمنتش چند بایت رو چند بایت رو مرز چند بایت الائن میشه، اینکه الائنمنت چیه حالا در موردش صحبت میکنم، شاید تو پرسش و پاسخ صحبت کنم در مورد الائنمنت. برای اینکه ببینم الائنمنت ولیو تایپ چیه، از الائن آو ولیو تایپ استفاده میکنم. اگه ولیو تایپ من مثلا کر باشه، الائن آوش میشه 1، اگه اینت باشه میشه 4، اگه دابل باشه میشه 8 مثلا. یا اگه استراکت باشه، خب کامپایلر با یه سری رولای الائنمنتشو در میاره که اونم اوکی. و وقتی الائن از الائن آو ولیو تایپ میکنم، یعنی که اون ولیو تایپ هرجوری الائن میشد، این آرایه ام دیتا رو هم همونجوری الائن کنم. این ممکنه باعث بشه که وسط این آرایه ما سوراخ ایجاد بشه، یعنی من سایز تایپ 2 بایتی دارم، بعد میخوام دیتای من رو مرز 8 بایت الائن بشه، برای همین 6 بایت اینجا هدر میره، خالی میمونه، که فکر میکنم اشکالی نداره، یعنی درست الائن بشه بهتره تا اینکه دیتا بچسبن به هم. حالا به هر حال این پالیسی که میتونم در موردش فکر کنم. اگر اینو استفاده کنم، الان اینجا وقتی من ام دیتا رو به اضافه آی میکنم، ام دیتا تایپش کرکتره و آی یعنی آی در واقع میدونید دیگه، پوینتر اریتمتیک تو سی اینجوری کار میکنه که وقتی یه پوینتر از تایپ تی باشه، تی پوینتر باشه، وقتی با یه عدد جمعش میکنیم، اون عدد در واقع با اون عدد جمع نمیشه، اون آدرس با اون عدد ضرب در سایز آف تی جمع میشه. پس من باید اینجا به جای آی که الان ضرب در یک میشه چون کرکتره، من در واقع نمیخوام 4 بایت برم جلو اگر آی 4ه، میخوام 4 ضرب در سایز آف ولیو تایپ برم جلو. پس اینو همینجوری اکسپلیسیت مینویسم، سایز آف چرا باعث بزرگ نوشتم، ولیو تایپ اینقدر برو جلو. الان این قاعدتا باید درست کار کنه، این غلطه. حالا میگم چی کار میکنم برای این. این راه حل نهایی من هنوز نیست. یه اجراش بکنم، دوبار تست کلاس کانستراکت میشه، وارنینگی هم نباید داشته باشم، من که مطمئن بشم وارنینگ ندارم، تو این فایل هم ندارم، اینجوری میزه. یه نکته این وسط توی پرانتز، برای اینکه اوتو کامپلیت من یه ذره بهتر کار کنه، من فکر کنم اینجا بد نباشه که اون فایل رو اینکلود کنم، این فایل بلک نات اوتو کامپلیت من چون الان اصلا کار نمیکنه، اری رو اینکلود میکنم. این اینکلود کردن اری اینجا هیچ فایده ای نداره، چون داخل اری خودش اینو اینکلود کردم. ببینید پایین این فایل اینو اینکلود کردم، این فایل دیگر رو، و این اری اینکلود نمیشه چون این سیمبل، چون به خاطر اون پراگما وانسی که اول هدرم گذاشتم، این اینکلود نخواهد شد این، ولی به آی دی ای کمک میکنه که این ویژوال استودیو میفهمه که یه ذره سیمبلای من یه ذره بهتر نشون میده. البته اون واقعا نشون میداد، ولی خب اینجوری شاید بهتر نشون بده سیمبلای من یه مقداری. در مورد اینکلود کردن نیو باید کمی فکر کنم، شاید اینکلود کردن نیو رو باید بذارم توی همون ماکروز، همونجا که پلیسمنت نیو رو تعریف کردم، حالا داش فکر کنم. هر جا پلیسمنت نیو استفاده میکنیم باید نیو رو هم اینکلود کنیم، بد نیست، غیر قابل قبول نیست. من یه ذره برای اینکه کانوینینت تر باشه استفاده از این آرایم، دقت کنید که این آرایه الان که یه ذره استفاده ازش راحت تر باشه، یه ممبر ولیو تایپ پوینتر یه فانکشن تعریف کنم اسم دیتا، که این حالا اینو این لاینش میکنم، ایمپلیمنتیشنش رو اونور می‌نویسم مثل همه متدهای دیگه. قطعا اینم دو نسخه میخوام ازش، کانست پوینتر دیتا کانست. این در واقع کسته، کست میکنه این ام دیتا رو به تایپ درست. value تایپت بره آخر،
تو این فقط ریترن میکنم reinterpret cast value type const pointer mData. اینجا هم از دیتا استفاده میکنم به جای اینکه این اریتمتیک رو انجام بدم می‌نویسم دیتا به اضافه آی. اینجا هم همینطور دیتا پلاس آی. اینجا دیگه درسته چون دیتا تایپش ولیو تایپ پوینتر من کار میکنم واسه شما. به نظر میاد که داره کار میکنه. برای اینکه مطمئن بشیم بذار من تو این تست کلاس هم یه چیزی ممبری بذارم int x به سایزی بگیره دابل پی مساوی است با 13.2 x هم مساوی است با منهای 42. الان این سایز این استراکچر ما 16 بایت. یه 4 بایت داره، 4 بایت پدینگ و یه 8 بایت هم برای این داره. و اگر بریک پوینت بذارم اینجا اونجا لازم نبود بریک پوینت البته بذارم. خب یه سری سیمبل داره لود میکنه متاسفانه یا خوشبختانه. یه ذره میام جلو و توی واچ هم میگم به من ای نشون بده که توی ای دیتا هایی دارم که توشون این عدد منهای 42 این هم پدینگ همه این هم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بایت اونه. دوباره منهای 42 دارم و پدینگ دارم و 8 بایت اونو دارم و بقیهش آره بقیهش که فقط پدینگه. پدینگا تو دیباگ مود اینیشالایز میشه به سی دی سی دی فکر میکنم. چرا هگزادسیمال دیسپلیش کار نمیکنم؟ برا داره کار میکنه کرکتر رو هگزادسیمال نشون نمیده. خب درسته الان نتیجه گیریمون اینه که داره درست کار میکنه. این مشینری که ما اینجا ساختیم داره درست کار میکنه امیدوارم. اینجوری یه ذره میترسم وقتی آرایه رو اینجوری کست میکنم به پوینتر میترسم ولی خب اشکال نداره. پس من از دیتا از این بعد از ممبر دیتا استفاده میکنم به جای ممبر فانکشن دیتا استفاده میکنم به جای اینکه از ممبر دیتا ام دیتا استفاده برای دسترسی به دیتا هم تایپ با تایپ با تایپ درست. دقت کنید که من این دیتایی که نوشتم فانکشن دیتایی متدای دیتایی که نوشتم در واقع جایگزین این کست هستن. همیشه باید این کست رو می‌کردم حالا بجاش یک کلمه دیتا استفاده می‌کنم که خب کانوینینت تره. راحت تر. اینجا اوکیه اینجا که این یکی کانستراکتور. بریم سراغ نوشتن کانستراکتورامون. اینجا این باید چی کار کنه؟ از روی دوتا ایتریتور اوکی از روی دوتا ایتریتور اینو بسازه. خیلی خوب سایز من مساوی صفر باشه. سایز ایتریتور من نمیدونم نمیتونم بینشون اریتمتیک انجام بدم چون رندوم اکسس ایتریتور ممکنه نباشن. برای همین کاری که من میکنم میگم که سایز تایپ آی مساوی است با صفر فور آی
فور هیچی آی کوچکتر است از او. ایتریتور همو باید بای ولیو بگیرم. چرا ایتریتور همو کانست رفرنس نباید بگیرم؟ فرض اینه که ایتریتور همو میتونم کپی کنم. آره ایتریتور همو بای رفرنس ممکنه بای رفرنس بگیرم ولی بای کانست رفرنس نباید بگیرم. فرض اینه که ایتریتورهای من لایت ویتن. اوتو اکس مساوی است با جسمی نظرم سی ان تی آی مساوی است با بگین آی مخالف است با ان. دقت کنید که از کوچکتر بزرگترم نباید استفاده کنم. پلاس پلاس آی فقط کانترم باید پلاس پلاس کنم. پلاس پلاس سی ان تی و طبیعتا اینجا هم باید بگم اند سی ان تی کوچکتر است از کپاسیتی. وقتی اینجوریه چیکار کن؟ BKNT placement new رو دیتا اضافه آی value type چی رو کپی کن؟ استار آی رو کپی کن و آخرش هم بگو m size مساوی است با cnt. آی رو لازم ندارم. حالا فکر میکنم آی رو لازم ندارم. بگین مخالف است با اند. پلاس پلاس بگین و استار بگین. این از روی رنج اینو کانستراکت میکنه. حالا اینم امتحان میکنم. بذار همین الان امتحانش کنیم بگم. برای اینکه اینو امتحان کنیم من یه آرای معمولی بنویسم. int b مساوی است با 1 1 2 3 5 8 13 و میگم 4 6 7 میگم black not capped array into 10 c از روی c رو از روی چی بساز؟ از b و b به اضافه 2 4 6 7 b به اضافه 7 و اینجا هم حالا یه امتحان دیگه هم از چیز بکنم. for auto x دو نقطه c BKNT report درصد D C X. هنوز بگین و اندو این چیزها رو ننوشتم برای همین این کار نمی کنه ولی خب بذار این حلقه رو دو جور بنویسم. آخرش هم bknt report backslash n برو سر خط. حلقه رو هم با iteration معمولی عددی می نویسم هم با iteration این شکلی. unsigned i مساوی است با 0 i کوچکتر است از c.size
plus plus i return ci. خب دوبار اون هم آره رو می‌نویسم فقط برای این که این کار کنه. return con data آدرس رو باید ریترن کنم دیگه. احرمان کپی کردنم. begin return con data see beginner return con data to end return con data به اضافه m size. standard syntax. آها. اسم اینا begin underscore و end underscore. begin underscore end underscore begin underscore start begin underscore. دستم درد نکن. خب. I undeclared identifier به اضافه cnt این اپریتور هم چیزی بر نمیگردونن. این هم خب توشون تو استرینگ چجور نوشته بودم بیشتر اسرتش رو میخوام. idx m size array index out of range m دیتا ایدی ایکس رو برگرد. دوتا اپریتور هنوز سایز رو ننوشتم. چی کار بدی؟ ریترن کن کپاسیتی اینجا ریترن کن ام سایز ام تی ریترن کن ام سایز مخالف است با صفر بزرگتر است از صفر نه کوچکتر مساوی صفر اینجا یه یه امتی بود مساوی صفر بذار تو استرینگ هم دقیقا این شکلی بنویسم تو استرینگ هم این شکلی نیست الان امتی این شکلیه اگر مساوی صفر بود بگو امتی کوچکتر از صفر اگه باشه باگ داریم بذار نگه امتی full return m size بزرگتر مساوی capacity. خب warning چرا دوباره پیدا شد؟ خب structure was padded due to این چه warningی آخه؟ من اون نوشتم حتما میخوام دیگه conversion from unsigned int to size type. آها خب اوکی U16 black not U16. خب اوکی این رابطه به من نظر ولی این وارنینگ ها وارنینگ های نامردیه وارنینگ های بدیه دارم میگه استرکچرم رو پد کرده. خب من میخوام وقتی الائنمنت رو اکسپلیسیت دارم مینویسم یعنی پدش کن. باید این وارنینگ ها رو فکر کنم دیسیبل کنم تو کانفیگم اگه وارنینگ ها دقیقا همین باشه. فقط اجراش بسه بکنیم این درست کار میکنه. خب یکی یک آرایر درست کرد. هنوز دستراکتور رو درست فراخوانی نمی کنیم. دستراکتور باید فراخوانی بشه به تعدادی که داریم. اوکی ولی این کانستراکتوره که کانستراکتور که از رو رنج هم میسازه پس داره درست کار میکنه این کانستراکتور. خب کانستراکتور بعدیمون
کپی میکنه. کپی کانستراکتور اونم مشابه این یکیه، یه ذره ساده تر. ام سایز هست مینیمومه، کپاسیتی و that dot size. حالا یه حلقه میخوام for size type almost as myself. باید کوچکتر است از m size. سایز مینیمومه دیگه، یا کپاسیتی من کمتره یا سایز اون. بس فقط تا این سایز خودم برو و اینجوری BKNT placement new data به اضافه i چه تایپی value type. دیتاش از کجا بیار؟ از that ion بیار. این متاسفانه فانکشن موو لازم داریم، استود موو. استود موو من خودم میتونم پیاده سازی کنم، ولی توی موو باید این کار بکنیم. m size هست that dot size. دقت کنید که اون کپاسیتیش عین منه، یعنی عین منه، هم تایپش مثل منه هم کپاسیتیش. پس یکی یکی از روی اون موو کن، عین همین. فقط اینجا به جای اینکه مستقیم کپی کنی بگو std move تو هدر یوتیلیتی std move اون std move رو برای اینکه بیارم باید اینکلود کنم یوتیلیتی. متاسفانه یوتیلیتی هدر کوچیکی هم نیست. استود موف توی یوتیلیتی دیگه موف. آره موف هم یه کستیه که چیزی که بهش بدی رو کست میکنه به R value reference، فورس میکنه که کست میشه به R value reference. پیاده سازی خودش خیلی سخت نیست، الان جاش نیست چون نصف شبه. من اگه الان سعی کنم پیاده سازی کنم حتما توش باگ میدم، برای همین الان پیاده سازیش نمی کنم. فقط یه تو دو اینجا بذارم to do implement std move yourself and remove this dependency. کاری که باید بکنم اینه که دشمنم رو، یعنی اون دت رو کلیر کنم. من از توی اون همه رو یکی یکی کشیدم بیرون، پس اون رو باید کلیر کنم، خالیش باید بکنم. پیاده‌سازی خوبی نیست، یعنی چاره نداریم. با این دیتا استراکچر بهترین پیاده‌سازی که به نظر من میرسه برای موو همینه. میتونستیم موو رو اصلا پیاده‌سازی نکنیم. خب برای دستراکشن، برای دستراکشن کاری که باید بکنم اینه که از آخر به اول یکی یکی destruct کنم. این کارم از آخر به اول انجام باید بدم دیگه، از اول به آخر construct می کنم. برای همین destruction هم قاعدتا باید از آخر به اول باشه. به طرز عجیبی نوشتن for عجیبی سخت خواهد بود نوشتن
حلقه 4 این سایمز مجبورم از این استفاده کنم، مساوی است با ام سایز آی بزرگتر مساوی است با صفر ماینس ماینس آی. امیدوارم که این سایزش از اون بیشتر باشه. Static assert size of a size type کوچکتر است از int as size of a int. اگر اینجوری نبود use a larger sign here. خب اینو از خلاص پیاده سازی بده، میتونستم بهترم پیاده سازی کنم، از این حلقه 4 نباید استفاده کنم، حلقه 4 اینجوری. بلام اوکی. کاری که میکنم این که باید دستراکتور اونا رو یکی یکی فراخوانی کنم. پس من اینو این کد رو توی کلیر بنویسم. من اینجا مستقیم کلیر رو فراخوانی میکنم. کلیر پیاده سازی شبیه همین خواهد بود دیگه. و این کد رو میرم توی کلیر مینویسم. کدی که خالی میکنه آرایم و همه رو دستراکت میکنه. دستراکتور رو من باید اکسپلیسیت فراخوانی کنم. دقت کنید که چون من کانستراکتور رو با اون جیمناستیکی که ریپلیسمنت نیو زدم فراخوانی کردم، این کدم اضافیه اسمش ندارم، بهتره این رو هم براش یه ماکرو بنویسم. بذارید یه دقیقه خیلی دور نشیم، اول اینو بنویسم بعد میرم اون درست میکنم. دستراکتورم میخوام دستراکتور یکی که فراخوانی کنم. اینم سینتکس خاصی داره، میگم data به اضافه i flash پوینتر دیگه، این پوینتر با عنصر i اومد. destructorش رو explicit فراخوانی کن. دقت کنید که من دارم دستراکتورش رو اکسپلیسیت فراخوانی میکنم و آخرش هم ام سایز مساوی است با صفر. ام سایز پرانتز باز بسته چیه؟ خب الان تغییری که کرده اینه که کدمون کامپایل نمیشه دیگه. illegal use of this type as an expression کجا؟ ها سایز رو اشتباه نمیشتم. خب هنوز اون وارنینگ های روی الائن از و اینا رو دارم، کاریش نمیتونم فعلا بکنم. structure was padded due to این 4324 وارنینگ 4324 هیچ کمکی به جلو اوستیل به ما نمی کنه. VC++ warning 43 میخوام ببینم این warning اگه فقط برای همین کاره با خیلی راحت دیسیبلش کنم. compiler warning 4324 structure was padded due to align.
مال همین ظاهرا. خیلی خوب، خیلی راحت میتونم، ولی الان اجراش نکردم هنوز. اجرا که بکنم علاوه بر دوتا کانستراکتور رو با دوتا دستراکتور هم ببینم. الان برای تست کلاسم سه تا دستراکتور فراخوانی کرد، دستم درد نکنه. آها مرسی. خب آیا مصابس با ام سایز منهای یک؟ نه. آه خب احتیاجی به این دلاک بازی ها نبود، حواسم نیست. این همون سایز تایپ آی مساوی است با ام سایز. ام سایز منهای یک ممکنه عددش، ام سایز ممکنه صفر باشه، بیچاره میشم. آی بزرگتر است از صفر، ماینس ماینس آی این به اضافه آی منهای یک رو اگه وارد این بشیم، یعنی آی حداقل یک بوده دیگه، صفر نبوده. پس این کار رو اینجا میتونم بکنم. خب بعد 20 سال برنامه نویسی هنوز حلقه فورم و رنجش رو درست نمیتونم تعیین کنم، حواسم نیست. خب الان دوبارم اون دستراکت شد، درسته. دو تا انسانسور اونم دستراکت شدند. یه تستی من میخواستم بکنم در مورد این بحث الائنمنت و اینا بود، اینو میخواستم به جاش ماکرو اولا بنویسم. خوبه، چه ماکروی مینویسم؟ توی هدر ماکروز ماکروی مینویسم به اسم define bknt align as type t align as align of t. خب تو array میگم bknt align as type value type. وارنینگ جایی نمیشه، وارنینگ رو درست میکنم، هنوز وقتش نیست. دیتا استراکچر من مین، این دیتا استراکچر که آرای سی رو باش تعریف کردم، نه آرای سی، نه آرای اینو مثلا ای رو، سایز ای باید چقدر بشه؟ سایز تست کلاس گفتم که به طور دیفالت همین جوری میشه 16 بایت. پس این 16 بایت، پس الائنمنتش هم، الائنمنتش هم رو 8 خواهد بود چون یه دونه دابل توش داره، الائنمنتش رو 8 خواهد بود. پس یه اول این کپت، این کپت داره A، اول A من یه 2 بایتی دارم، 6 بایت براش خالی، 8 بایت دارم، 5 تا 16 بایت دارم، یعنی 80 بایت دارم به اضافه 8 بایت میشه 88 بایت. پس من BKNT static assert size میکنم چی رو؟ تایپم سایز آفه مهم نیست، A انتظار دارم سایزش باشه 88 و این درسته، دقیقا سایزش 88 بایده چون کنم کامپایل میشه. اگه این 88 رو کنم 89 دیگه کدام کامپایل نمیشه، میگه که انتظارش داشتم 89 بایت باشه، کامپایل نمیشه 88 بایت با این وضعیت. خیلی خوب، پس اون وارنینگ الائن از کاملا غلطه، داره درست همونجور که من انتظار دارم داره الائن میکنه، ولی به من بی خودی قر میزنه و وارنینگ میده. پس من میرم اون وارنینگ رو دیسیبل میکنم، وارنینگ شماره 4324 رو من دیسیبل میکنم. جاشم برای ویژوال سی غلطا دیگه، جاشم توی کانفیگ خواهد بود، config اگر MSC بود pragma warning disable 4324 شماره چقدر رونده، A structure was padded due to voila. Structure خب
پس وقتی که من بهش میگم الاین کن و این به خاطر اون الاینی که من بهش گفتم پدینگ اضافه میکنه، یعنی همون کاری که من میخوام رو کرده، به من وارنینگ میده. امیدوارم اگه کسی من دارم واقعا اشتباه فکر میکنم و این وارنینگ بعضی وقتا به درد بخوره بیاد به من بگه، منو یه جوری در جریان بذاره اگه این وارنینگ واقعا به درد میخوره و من نباید اینجور دیسیبلش کنم. خب ارایمون بقیه پیاده سازیش فعلا این متدایی که نوشتم بقیه پیاده سازیش ساده است. کانستراکتورش رو نوشتم، دستراکتورش رو هم نوشتم، اپریتور مساوی. اپریتور مساوی یه ذره اپریتور مساوی من اگه بخوام اکسپشن سیف بنویسم یه ذره سخته. خب اول از همه تو اپریتور مساوی این کار رو بکنیم. اگر آدرس، اگر this مخالف بود با آدرس that، یه کارایی بکن. اگه اینا یکی بودن، یه آبجکت بودن، خب هیچ کاری نکن دیگه. اول این کاری که باید میکنی کلیر کن، خودم رو کلیر میکن، دیتا همو میریزم دور. اپریتور مساویه، دقت کنیم که اپریتور کپی هم هست، کپی اساینمنت اپریتوره، این موو نیست. پس چون کپی اساینمنت اپریتوره، من عناصرش رو یکی یکی توی خودم کپی میکنم، یکی یکی توی خودم کپی میکنم، مثل اینجا. درسته؟ دقیقا این دوتا کار رو من باید انجام بدم. خب کپی پیست کردن از کارهای پسندیده که برنامه‌نویس میتونه بکنه. به اون بر درست ام سایز مساوی است با مینیمم کپاسیتی اون. یه پرانتز احساس میکنم اضافی اینجا. درسته؟ بین اینا مینیمم بگیر و تو ام سایز برو یکی یکی کپی کن. خوبه، این درسته. خط فاصله رو نمیدونم بعد بین اینا بدم یا نباید بدم، بعد از اکرات بست وقتی ریترن میکنم فکر کنم نباید بدم، جایی دیگه میدونم که دادم برای این فاصله رو. اینجا هم if this مخالف دت بود این کارو بکن، مینیمم بگیر. این کارو نمیخواد بکنی، مینیمم نمیخواد بگیریم چون من میدونم که سایز اون حتما از کپاسیتی کمتره چون این منه اون یا فوش مساوی شه. به هر حال تو سایز برو یکی یکی موو کن. استود موو that.i اگه میتونی دلروده اونو بکش بیرون، عنصر آیامش رو دلرودهش بکش بیرون، بیار خودت استفاده کن. و آخرش هم that.clear. چرا اون clear رو اسپیس دارم اینجا نزدم؟ خب باشم خودتو برگردم. این اپریتور اپریتورام، اینا هم از این. فکر میکنم که پیرسازی تا اینجا کامله. اصلاً اپریشن اصلی وکتور من ننوشتم، مثل پوشبک که میخوام یه عنصر اضافه کنم، اپریشن اصلی اره که یک عنصر میخوام اضافه کنم، ولی فکر میکنم که از اینکه دو ساعت داره میشه، برای همین این جلسه رو تموم میکنم. بزن پوشبک هم بنویسم، پوشبک تنها نیست، یه عالمه باید اضافه کنم به پوشبک، فقط پوشبک نیست، ولی خب چه شکلیه این لاین؟ پوشبک چی برمیگردونه؟ پوشبک ما چون ممکنه کپاسیتیمون پر باشه و نتونیم پوشبک کنیم، بولیان برمیگردونه. پوشبک کاری که پوشبک میکنه، اگر نمیدونید قاعدتا باید بدونید، اینکه یه عنصر رو ته وکتور اضافه میکنه. پوشبک رو من در دو نسخه مینویسم. آره، یکی value type، در واقع من نباید value type فقط قبول کنم، هر چیزی که convert بشه به value type اون رو باید قبول کنم. حالا پس اینجوری بنویسم، generalizeش بکنم. value type x value
یه نسخه دیگه هم که مو بشه پوش بک value type or value reference value. از این یکی دومی میتونم موو کنم. اگه پوش بک رو می نویسم خب پاپ بک هم باید بنویسم. این لاین void pop back. پاپ بک دیگه دو نسخه ندارم. به عنوان استک بتونم حداقل از این استفاده کنم. اگه بخوام به عنوان استک استفاده کنم پس فانکشن بک هم میخواد. فرانت و بکش هم بذار بنویسم. خب حالا که دارم بنویسم خوبه. این لاین value type reference value type const reference front front const reference غیر const front بک هم دقیقا همین جوریه. سیگنچرش فرانت عنصر اول رو برمیگردونه، بک عنصر آخر برمیگردونه. دقت کنید که من میتونم از ایندکس کردنم استفاده کنم، ایندکس صفر و ایندکس سایز منهای یک، ولی خب فرانت و بک کانوینینت هم رفرنس برمیگردونه. و اگر آرای من خالی باشه اینا اسرت من میکنم توشون، ولی اگه خالی باشه خب همون عنصرهایی که عنصری که اونجاست رو برمیگردونم. به هر حال کاری نمیتونم بکنم، خیلی بس خراب میشه. آره گاربیج برمیگردونم، در واقع رفرنس به یه عنصر گاربیج برمیگردونم. یعنی اوکی کاریش نمیتونم بکنم، نمیخوام اکسپشن ترو کنم. خب پس فرانت و بک این شکلیه، پوش بک و پاپ بک هم که این شکلیه. اینا رو هم مینویسم، اینا چون پابلیکن میاد اینجا نوشته میشه. خب و متاسفانه ولیو تایپ رو باید ببرم ته. اتو ولیو تایپ کانست رفرنس. کاش از اون بر همین شکلی نوشته بودم. خب این نسخه فرانت کانست رفرنس بر نمیگردونه، نسخه بک کانست رفرنس بر میگردونه، نسخه بک هم کانست رفرنس. پوش بک این شکلی درسته، پاپ بک هم درسته. فقط میمونه این قسمتش. چقدر ریترن تایپ های چهار حرفی من خوشم میاد. و این قسمتش front front back back bknt assert not empty. درسته. array a is empty. چیکار کنم؟ برحال return کن استار دیتا، اینم front همین کار دقیقا میکنم. و توی back چی return میکنم؟ return کن استار دیتا به اضافه ام سایز منهای یک. متاسفانه وقتی ام سایز صفر باشه خیلی اتفاق بدی اینجا میفته، میری یه جای دوری تو حافظه رو ریترن میکنه، ولی کاریش نمیتونم بکنم. چکی نمیخوام هزینه بذارم روی.
خب این هم از پیاده سازی بک پوش بک. پوش بک اینجوریه که اگر not full اگه پر نبود else return con false اگه پر نبود یه کاری بکن. چی کار کن؟ bknt placement new تو چه آدرسی؟ دیتا به اضافه m size تو خونه سایزم تازه میتونم m size پلاس پلاس اینجا بنویسم. نه زرنگ بازی نه. value type رو با مقدار value construct کن. یه پوش بک خالی هم میتونم بذارم که اون یه دیفالت اضافه کنم مثلا. آره پوش بک خالی هم میتونم بذارم. حالا که دارم می‌نویسم بذار بنویسم دیگه. پوش بک خالی اینجا ام سایز رو هم ام سایز هم بذارم پوشبک خالی. پیرسازیش میشه این شکلی که پوشبک بدون پارامتر بدون دیفالت کانسترکتور رو فراخوانی کن و همین کار رو دقیقا انجام بده. اگه فول نبود پوشبک موو این اینه. پوشبکی که بار ولیو رفرنس میگیره این اینه ولی اینجا استود موو میکنه. اون چیزی که بهش پاس داده میشه تضمین شده است که R-Value Reference باشه پس میتونیم ازش موف کنیم. خالیش کن لوردش رو بریز بیرون خودت استفاده کن اگه فایده ای داره. پاپ بک اگر پاپ بک رو بول نذاشتم به خاطر اینکه خب پاپ بک دیگه چی اگر not empty empty عنصر سایزم منهای یکم رو destroy کن. M size من هم مساویس با یک و دستروش کن. دیتا به اضافه M size رو روش دستراکتور ولیو تایپ رو فراخوانی کن. اسپیس گذاشتم هنوز واقعا من این کانونشن رو نمیدونم که اسپیس میذارم یا نمیذارم. یعنی باید بذارم یا نباید بذارم. بعضی جاها رو میدونم ولی بعضی جاها هم گیر میکنم. کلیرم کو فانکشن کلیر اینجا کار میکنه. کلیر نذاشتم. خوبه پس اینجا نمیذارم. پاپ بک پس اگر امپتی نبود یه سایز رو کم کن یه دونه هم دستراکت کن. خوبه پیلسز خوبیه. برای اینکه اینو تست کنیم خب برای اینکه تستش کنیم تو مین از این آره ایم ای دات پاپ بک ای دات پوش بک و ای دات پوش بک و ای دات پوش بک. ببینید دوتا بود دیگه دوتا بود یه دونش پاپ بک کردم شد یه دونه پنج تا توش. حالا پوش بک میکنم پنجمیش طبیعتا نباید اتفاق بیفته. یک دو سه چهار یه هم پوش بک میکنم پس یکیشو پاپ بک میکنم تا
دو سه چهار پنج تا. پس یه دستراکتور، من دو تا کانستراکتور باید ببینم به خاطر اینجا، بعد یه دستراکتور باید ببینم، بعد یک دو سه چهار تا کانستراکتور باید ببینم و بعد پنج تا دستراکتور. یعنی این هیچ کاری نباید بکنه، این پوشبکیه که چون پره هیچ کاری نمیکنه، فالس برمیگردونه. دو تا کانستراکتور دیدم، این پاپ بک است، بعد چهار تا کانستراکتور دیگه میبینم چون پنجمیش هیچ کاری نمیکنه و دو چهار پنج تا دستراکتور آخرش. خیلی خوب، برای روز امشب کافیه، فکر میکنم دو ساعت شد. آره دو ساعت و یک دقیقه. وکتورمون آرایمون الان قابل استفاده است. تقریبا یه عالمه فانکشن دیگه لازم داره، یه عالمه متد دیگه لازم داره که اونا رو هر وقت بهشون برخوردیم مینویسیم. حالا تک و توک هم ممکنه بیام بنویسم زودتر. بذار این هدر رو که اینکلود کردم اول استرینگم هم انجام بدم، اگر کانونشنه همه جا انجام باید داد. include black not string hp. مهم نیست. خب اینم کار چیز وارنینگ هم دیگه نداریم و خدا حافظ ها، شب بخیر.